از سال 1974 و حمله ناگهانی ترکیه به قبرس و اشغال قبرس شمالی، ارتش ترکیه همواره با تهدیدات نظامی یا دخالت‌های اقتصادی سعی در مداخله در کشورها و امور منطقه به نفع خود داشته است. از اقدامات اخیر نظامی ترکیه میتوان به حمله به لیبی و اشغال منابع نفتی آن و همچنین حمله به شمال سوریه و سعی در تغییر بافت جمعیت شهرهای شمالی این کشور اشاره کرد. برخی تحلیلگران نگرانند که ترکیه میخواهد در آینده نزدیک شمال سوریه را به خاک خود اضافه کند، اما ترکیه در پاسخ میگوید قصد دارد بافت جمعیتی را که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه تغییر داده شده به زعم خود اصلاح کند. ترکیه در سال 2019 با کمک نیروهای ارتش ملی سوریه به شمال این کشور حمله کرد و مناطق تحت کنترل نیروهای دموکرات و سپس ارتش عربی سوریه را اشغال کرد. بعد از اشغال چند شهر، برای شهرکسازی و ساخت مناطق مسکونی ترک نشین به بهانه اسکان نیروهای پیمانکار نظامی خود تلاش کرده است. در کنار اینها به نظر می رسد ترکیه با تغییر در سیستم آموزشی شهرهای تحت اشغال خود سعی دارد زبان ترکی و تاریخ ترکیه را تبلیغ کند تا هویت ملی و سابقه تاریخی شهرهای اشغالی را از حافظه نسلهای بعدی پاک کند. ترکیه همچنین در دفاتر و ادارات این منطقه پرچم ترکیه و عکس رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور را نصب کرده است. به دلیل همپیمانی با آمریکا در ناتو، ترکیه در مقابل فشارهای بین المللی مقاومت می کند و همچنان به اشغال شمال سوریه ادامه می دهد و مثل همیشه این غیر نظامیان و مردم عادی هستند که قربانی طمع قدرت و اشغالگری می شوند.